و من فکر میکنم اون اندیشه نیکویی که امروز همه هموطنان عزیز داریم بیشتر یک دلی باید ایجاد بشه تا اینکه یک نفر افکارش رو بیاد غالب بکنه بر جمعی از مردم. پس امروز من به عنوان اون مسئولیتی که خدا به من داده رو اعلام میکنم برای فراخوان‌ها در برابر کلیساهای فارسی زبان بیستید. امروز نمیخوام فقط بگم مسیحی ها، بلکه میخوام بگم ایرانی ها. فراموش نکنیم ما ابتدا ایرانی هستیم. من ایرانی هستم، ایرانی هستم که این افتخار رو داشتم به مسیح ایمان آوردم. و در این مسیر در رابطه با رسوندن به خبر خوش سعیم بر این هست به توسط روح القدس و کلام عشق اون این جواهرات بی نظیر رو به دیگران هدیه کنیم. آمین. که نجات هستش. آمین. دست زورم هرگز نداریم، هرگز قصد ما این نیست که بگیم شما باید به زور بیاد مسیحی بشید، چرا که خداوند به انسان آزادی رو داده. پس از این رو از شما ایرانی ها خواهش میکنم، از تمام ایرانی ها خواهشمند هستم، چه مسلمان هستی، چه بهایی هستی و حتی هیچ باور الهی نداری، تو ایرانی هستی. جمعی از ایرانی ها بر باور و اصل این که اعتقادی به خدا دارن، اعتقاد به کتابی به نام کتاب مقدس دارن و به انجیل مسیح باور دارن و در مجموعه هایی مانند کلیسا جمع می شدن و در اونجا عبادت می کردن و اون مجموعه نه فعالیت سیاسی داشتن، کلیساهای فارسی زبان ما، و نه فکر و اندیشه اینو داشتن که آشوبی به وجود بیارن، بلکه در فکر و اندیشه این بودن که جامعه در مسیر سلامتی پیش بره. همیشه هم احترام گذاشتن به قوانین نظام اسلامی. فقط بشارت رو مسیحیان باید بشارت بدن و ما این بشارت مثل اسلام نیست. اسلام در از فشارت میده، میگه به زور یا مسلمون میشی یا کافری، و چون کافر هستی شما نیز حالا هر شخصی باید باش جنگید و کشته میشه. و بیش از 500 آیه ما در قرآن داریم در این رابطه که همیشه من در این رابطه صحبت کردم. پس هموطن عزیزم خواهش میکنم به عنوان یک ایرانی، اگر میبینی همسایه مسیحی تو خانه عبادت خودش رو از دست داده و نظام اسلامی گرفته، منتظر نباشیم فقط مسیحی ها، همه ایرانی ها باید برای هم دلسوز باشیم. و اگر یک مسیحی میبینه عبادتگاه مرکز و مکان یک بهایی رو نظام اسلامی بسته، شما هموطن مسیحیم و تو هموطن مسلمانم، برای اینکه احترام به آزادی و احترام به یک هموطن ایرانی خودت بذاری و احترام به آنچه که خدا من و تو رو به خاطرش آفریده و اون آزادی هست. لذا که عیسی مسیح در انجیل یوحنا 8:32 اعلام میکنه، میگه حقیقت رو بطلبید و چی میگیرید؟ میگه آزاد خواهید شد. و این آزادی رو نظام اسلامی از ما گرفته. پس تو هم وطن عزیزم به عنوان یک مسیحی، به عنوان یک بهایی، به عنوان هر باورمندی سنی شیعه، میباید برای همسایت اندیشه کنی. نمیتونی بی تفاوت باشی. اگر یک ماه پیش فراخوان من برای مسیحی ها بود، امروز فراخوان من برای همه مردم ایران هست که اجازه ندید، حتی اگر مساجد سنی ها رو میبندن اجازه ندارن ببندن، همه کنار هم بیستید، در یک دلی در برابر اینها بیستید. باور کنید اگر همه یک دل باشیم، مسلم بدونید که اونها نمیتونن حتی یک تیر هوایی هم بزنن. اما وقتی که پراکنده هستیم، وقتی که میترسیم، وقتی که از اون بذری که 1400 سال ریخته شد در دنیا به توسط اسلام که ترس و رب و وحشت است و 40 سال پیش این نهال‌های ترس در قلب ایرانی‌ها متأسفانه به توسط این نظام اسلامی کاشته شد، شیطان حکومت میکنه. اما مردان خدا و زنان ایمان همیشه غیورانه ایستادن. نترس هموطنم، دل منم راضی بر این نیستش که خونی از بینی تو بیاد بیرون، هموطنم، که دست تو خراشیده بشه. هرگز هرگز اینجا نیستیم که عذر میخوام بگیم لنگش کنیم. خیر، من تو ایرانم که بودم انقدر فعالیت کردم که به خاطرش تیر خوردم و تنها شاهد زنده یک بیمارستان هستم، همه اونها رو اعدام کردم. پس هموطنان شعار نمیدم و اگر خدا با قلبم صحبت بکنه 100% میام ایران. و میدونم وقتی که بیام ایران روزی هستش که یا همون زمان اون نظام سرنگون خواهد شد یا دلیلی خواهیم شد که اون آزادی که خدا اونجا به ما داده بتونیم برای اندیشه کنیم برای آبادانی کشور عزیزمون ایران. آمین.